مریم رحمتی همکارم از مقابل دفتر مرکز دیدبان حقوق بشر با ماست با جزئیات بیشتر در مورد این گزارش. مریم، فرداد، دیدبان حقوق بشر در گزارش 700 صفحه‌ای که منتشر کرده در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان در سال 2022 بررسی‌های انجام داده. در بخش ایران این گزارش از مرگ مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد اشاره میشه و شروع میشه و بعدش اعتراضات سراسری و سرکوب خشونت آمیز و مرگبار معترضین توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی. همونطور که تو اشاره کردی، گفته شده در این اعتراضات در 4 ماه گذشته از سلاح‌های گرم استفاده شده، از جمله تفنگ‌های جنگی، هفت‌تیرها و شاتگان‌ها که بر علیه معترضینی که به طور مسالمت‌آمیز داشتن اعتراض می‌کردن به خاطر حقوق اولیه خودشون. در این گزارش همچنین دیدبان حقوق بشر گفته که 350 نفر، نزدیک به 350 نفر از جمله 52 کودک در جریان اعتراضات در ایران در 3 ماه گذشته کشته شدن. ولی فرداد، ما میدونیم که تعداد و آمار کشته شدگان در 4 ماه گذشته خیلی بیشتر از این هاست. سازمان های حقوق بشری دیگه گزارش دادن که بیش از 500 نفر از جمله کودکان و نوجوانان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در این ماها کشته یا به قتل رسیدن. در بخش دیگری از گزارش دیدبان حقوق بشر، همونطور که تو اشاره کردی، اشاره شده به 15,000 بازداشتی و اینکه چطور این بازداشتی ها شامل خبرنگاران، فعالین حقوق بشر و همچنین وکلای هستند که در این ماه‌های گذشته همراهی خودشون رو با خیزش انقلابی مردم ایران اعلام کردن و بعد بازداشت شدن و 15,000 نفر هستند که در بازداشتگاه و زندان‌های جمهوری اسلامی فعلا به سر می‌برن. گفته شده احکام سنگینی برای این بازداشتی‌ها و معترضین بریده میشه، از جمله محاربه و همچنین همونطور که تو اشاره کردی اعترافات اجباری و شکنجه ها. گفته شده که 109 زندانی و معترضی که بازداشت شدن در این ماه‌های گذشته به گفته این گزارش در معرض خطر اعدام هستند. ولی بازم ما گزارش‌هایی را داریم از سازمان‌های دیگه حقوق بشری که گفتن تعداد کسانی که در معرض اعدام هستند بالاتر هست. دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت اشاره شده که چطور جمهوری اسلامی دسترسی آزاد به اطلاعات رو کلن بسته و مردم در ایران به اینترنت دسترسی نداره. همچنین اشاره شده به این که خیلی از افراد شناخته شده ایران، سرشناس هایی که میخوان از کشور بیان بیرون، پاسپورتاشون ضبط شده، ورزشکارانی که پاسپورتاشون ضبط شده و اجازه خروج از کشور رو ندارن. همچنین گفته شده که نقش منفی جمهوری اسلامی در موضوعات تغییرات اقلیمی یکی از موضوعات نقض حقوق بشر هست که انجام شده. گفته که جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای هستش. در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در دولت رئیسی به تصویب رسید توسط مجلس و گفته شده که این نقض میکنه حقوق بشر و حقوق زنان. به هر حال گزارش بسیار تکان دهنده ای هست فرداد و رؤسا و مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر از کشورهای جهانی خواستند که همون طور که این کشورها و جامعه جهانی برای اوکراین متحد شدن علیه جنگ و تونستن اتحاد خودشون رو نشون بدن، باید برای حفاظت از حقوق بشر هم با هم متحد بشن و دفاع بکنن از حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران که فعلا داره حقوق بشر به صورت گسترده نقض میشه. ممنونم از تو. ممنونم. مریم رحمتی همکارم از مقابل دفتر مرکزی سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک.